آیا می دانید وایکینگ ها چه کسانی بودند؟ با ما همراه باشید تا این جنگجویان دلاور که سالیان سال اروپا را به لرزه درآوردند را به شما معرفی کنیم و بیشتر از اونها بدونید. وایکینگ ها دریانوردانی از جنوب اسکاندیناوی بودند که عمدتاً به زبان نورس باستان صحبت می کردند. آنها با اروپای شمالی رابطه تجاری داشتند. این رابطه در یک منطقه وسیع شمالی، مرکزی، شرقی و غربی اروپا بین اواخر قرن 8 تا 11 میلادی صورت می گرفت. چون این برمی آید که نورس ها دسته ای از جرمن ها بودند که نیاکانشان از دانمارک و دریاهای اسکاکرای و کاتگات سفر کرده، خود را به سوئد و نروژ رسانده و جانشین مردمان سلتی تبار شده بودند که آنها نیز پیشتر خود یک تبار همخون با لاپلاندی ها و اسکیمو ها را بیرون رانده و جایگزینشان شده بودند. بین سالهای 800 تا 1050 میلادی برای 300 جنگجویان وایکینگ با کشتی های دراز خود اروپا را به هراس افکنده بودند. آنها از اسکاندیناوی در جستجوی نقره، برده و زمین راهی سفر دریایی شدند. برخی از آنها به بریتانیا و فرانسه و برخی دیگر به روسیه و رودهای دوردست آسیا یورش بردند. آنها با بیباکی از میان امواج خروشان اقیانوس اطلس گذر کرده و آیسلند، گرینلند و آمریکا را یافتند. اکتشافات. جستجوگران وایکینگ برای یافتن سرزمین‌های تازه به درون آب‌های خروشان اقیانوس اطلس شمالی رفتند. بیشتر آنها از نروژ بودند، جایی که دره‌های آن زیستگاه مردم بسیاری شده بود و دارای زمین‌های کشاورزی بسیار کمی بود. در میان سال‌های 800 میلادی و 1001 میلادی آنها جزایر فائرو، آیسلند، گرینلند و وینلند را یافتند. دیری نپایید که خیلی کشتی‌های پر از کوچندگان به همراه جانورانشان به آنجا سرازیر شدند. اما از آنجا که در آن روزگار سفرهای دریایی از ایمنی چندانی برخوردار نبود، کشتی‌های زیادی در طوفان گم شدند و هرگز به آنجا نرسیدند. آیسلند. وایکینگ‌های نروژی آیسلند را نزدیک سال 870 یافتند. اگر باد همسون می‌وزید، دریانوردان می‌توانستند پس از یک سفر 7 روزه از نروژ به آنجا برسند. تا پیش از 930 میلادی 10,000 وایکینگ در آیسلند می‌زیستند. یورش به سرزمین‌های دیگر دلیل و پیش زمینه. مارک بلوخ، تاریخ نگار فرانسوی، در کتاب جامعه فئودالی برای سفرهای ماجراجویانه و تهاجم وایکینگ‌ها به سرزمین‌های دیگر 3 دلیل عمده برمی‌شمارد. نخست، اینکه افزایش جمعیت موجب بروز ازدحام در سرزمین مادری و در نتیجه کمبود منابع محدود همچون زمین جهت کشاورزی و دامپروری شده بود. دوم، غنایم حاصل از حملات غارتگرانه به سرزمین‌های دیگر با تامین مخارج امکان حفظ شیوه پیشین زندگی برای حاکمان جهت اعطای هدایا به نزدیکان به سبب حیثیت آفرینی برای خود را فراهم می‌ساخت. در نهایت، دلیل سوم، اینکه برای محکومین به سنت اخراج افراد از محل سکونت خود، دیگر یافتن زمین خالی از سکنه یا پناهگاه دیگری درون سرزمین مادری جهت استقرار سخت‌تر از قبل شده بود. همین دلایل موجب بهبود بسیار زیاد طراحی قایق‌های این مردمان جهت دست یافتن به سرزمین‌های دورتر شد. وایکینگ‌ها یکی از آخرین ملت‌های ساکن اروپا بودند که همچنان بر مذهب چند خدایی بودند. ساختار اجتماعی در میان قبایل نورس مانند دیگر جوها بر پایه بسامانی خانوادگی، همکاری بازرگانی و باورهای آیینی استوار. در یکی از سروده‌های رزمنامه بیولف چنین آمده است: در نهاد آن کس که خوب می‌اندیشد، هیچ توان آن را ندارد که آتش خویشاوندی را فرو نشاند. نورس ها نام خانوادگی نداشتند و هر پسری نام پدر را بر سر نام خود می افزود. اسکاندیناوی ها سالها پیش از اینکه آیین مسیحیت به دانان برسد، هنگام نامگذاری یک نوزاد به نشانه آمدن به جرگه خانواده بر روی آن آب می ریختند. رده های اجتماعی. وایکینگ ها جامعه خود را به 3 رده دستبندی می کردند: یارل ها یا ثروتمندان، بوندی کشاورزان دارای کاشانه و بر
کردگان. آنها به کودکان خود همواره می آموختند که رده هر کس فرمانی است از سوی خدایان که تنها بی ایمانان باک دگرگون کردن آن را دارند. فرمان روایان را از میان فرزندان شاهان پیشین و سردمداران هر بخش از سرزمین را از میان یارل ها بر می گذیدند. پا به پای این پذیرش بیریای فرمان روایی پادشاه و همچنین پیامدهای آشکار جنگ و کشاورزی، مردم سالاری شایانی در کار بود که به سبب آن زمینداران در یک انجمن سران خانواده، انجمن روستا، انجمن استانی یا یک انجمن یکپارچه ملی کار بنیانگذاران و دادگران کشور را انجام می‌دادند. در این میان فرمانروا پیاده کننده بنیان‌ها بود نه مردم. دادگری بر پایه بنیان نامه‌ها انجام می‌گرفت و کینخواهی یک پدیده ورای بنیان‌ها به شمار می‌رفت. خونخواهی گاهی نبردهای خونینی را در پی داشت و خونبها کمتر پرداخت می‌شد که برای بزهکاران جانشین کینخواهی می‌شد. مردانی که از هیچ بنیانی پیروی نمی‌کردند و شکست را نمی‌پذیرفتند، دریانوردانی بی‌باک بودند که به سردمداران مردم دست می‌یافتند. آنها از مجازات سنگینی بهره می‌گرفتند تا کسانی را که به سبب نبرد با طبیعت سخت جان شده بودند، به پیروزی از بنیان‌ها و آرامش وادارند. دوستان ممنون که تا آخر این برنامه با ما همراه بودید. حتما نظرتون رو برامون کامنت کنید و در آخر اگر از دیدن این برنامه لذت بردین، حتما برنامه رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. فراموش نکنید برای دیدن برنامه‌های جدید ما این سفر رو دنبال کنید.